حکومت سعودی دومین حکم اعدام یک زندانی سیاسی شیعه اهل قطیف را ظرف کمتر از 10 روز اجرا کرد. حکومت سعودی روز سه‌شنبه 21 می 2024 از اجرای حکم اعدام زندانی عقیدتی محمد الجوهر ساکن منطقه قطیف خبر داد. منابع رسانه‌ای گزارش دادند که الجوهر زندانی سیاسی به اتهام پیوستن به یک سازمان تروریستی و مشارکت در اقدامات تروریستی با هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و پاسگاه‌های پلیس اعدام شد. این اعدام کمتر از 10 روز پس از اعدام یکی دیگر از زندانیان شیعه اهل قطیف به نام حسن بن حمد آل ناصر صورت می‌گیرد که بدین صورت تعداد اعدام‌های حکومت سعودی از ابتدای سال 2024 به 70 مورد رسیده است. به گفته این منابع، بیانیه وزارت کشور عربستان نوع حکم را فاش نکرده است، اما به احتمال زیاد یکی از احکامی است که به زعم این حکومت شامل مجازات اعدام نیز می‌شود. در همین راستا سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی خاطر نشان کرد که گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد حکومت سعودی علارغم ادعای خود مبنی بر پایبندی و کاهش استفاده از مجازات اعدام آماده می شود تا اعدام های بیشتری را انجام دهد، که همین امر نگرانی از تداوم سیاست سرکوب و اعدام در کشور که نتیجه آن تشدید تنش خواهد بود را افزایش می دهد. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای سرداری، یکی از سوالاتی که در این خصوص پرسیده میشه این است که چرا عربستان سعودی علارغم ادعای اصلاحات همچنان به اعدام و سرکوب شیعیان ادامه میدهد؟ با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان شما. عربستان سعودی در اینجا منظورش از اصلاحات معنی فاز سیاسی و اصلاح حزبی اینا نیست، فقط اصلاحات اقتصادی، اونم در چارچوب راه ابراهیم و در رابطه رقابت با امارات متحده عربی. این اتحاد امارات متحده مدت پیش همه مسائل عربی و غیر عربی و فلسطین همه را کنار گذاشت، رفت به سمت اقتصاد در رابطه همکاری با اسرائیل و آمریکا. الان از نظر اقتصادی موفقیت های دست زده. عربستان هم بعد از اینکه در دوره جنگ در افغانستان با روسیه همراه آمریکا و بقیه کشورهای غربی که اونجا بنیادگرایی رو کمک میکرد مثل القاعده و طالبان امثال اینا، بعد از مدتی الان در حال حاضر یه مدت خطش عوض شد، اومده از راه ابراهیم و در رابطه با اسرائیل اینو پیش گرفته و یه سری اصلاحات اقتصادی میخواد در کشور به وجود بیاره، نه اصلاحات دیگه. اینه که خاطر این اهل تشیع رو به صلاح اعدام میکنه، چیز میکنه. الان در منطقه فقط اهل تشیع هستن که در مقابل اسرائیل واستادن، مثل حوثی ها، مثل هشت شعبی در عراق، مثل حزب الله، امثال اینا. عربستان سعودی برای اینکه از این کار جلوگیری کند، اسرائیل و آمریکا رو از خودش راضی نگه داره و برای خودش هم نمیخواد تو کشورش دردسری درست بشه، به این بهانه به شدت شیعیان رو سرکوب بکند، نکنه که یه روز یه اهل تشیع در عربستان سعودی مثل بقیه جاها بیان در مقابل اسرائیل رو واستن، برای عربستان سعودی مسئله درست کنن. من در خدمت شما. از شما سپاسگزارم و مطمئنم بیننده های گرامی هم مثل من از توضیحات شما استفاده کردند. علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس.